تاجری بود، یه دونه پسر داشت، سفرهای خارج زیاد میرفت به خاطر تجارتش. این پسرم چند تا سفر رفت با باباش. وقتی میخواست دوماد شه، گفت من از خارج زن میگیرم. گفت ببین زن خارج به ما نمیخوره، فرهنگش به ما نمیخوره، آدابش، اخلاقش، دینش. من در ایران بهترین دخترها رو برات پیدا میکنم، هر کدش که قبول میشه. این تاجر تهرانی که یه پسر داشت و سفر خارج داشت، با یه چیزی هتلدارای مشهد رفیق بود. این هتلدار مشهد زنگ زد به این تاجر تهرانی که قبار روبی حرم امام رضاست، یه کارت ویژه به من دادن. گفت میتونی یه کارتم بره من و پسرم بگیری؟ یه تلاشی کرد، یه اجازه گرفتن. این تاجر تهرانی به آقازادش که میخواد دختر خارجی بگیره، آمدن در زمان خلوت رفتن تو حرم. افرادی وارد زریح میشن برای که قبار روبی کنن. این تاجر تهرانی به یکی از افرادی که تو زریح بود گفت آقا جون یه خود از این گردای رو قبر امام رضا رو به من بده تبرک. این پارچه رو تکو داد، یه ذره گرد و میخواست از این پنجرهای زریح بده بیرون، نمیتونست بده بیرون. یه خورده کاغذ بود اونجا افتیده بود، یه کاغذ سفید. این کاغذ رو گرده رو کرد تو کاغذ، مثل شکلات پیچید، از لا پنجره داد بیرون. این تاجری که یه پسر داره میخواد خارج زن بده بگیره، گردی که تو کاغذ بود داد به پسرش. گو آقا من امام رضا رو قبول دارم، ولی حالا یه ازدواجه بذارم و دختر خارجی بگیرم. دید نه، این امام رضا و گرد امام رضا هم کاری نکرد. گفت یا امام رضا دیگه چه کنم، ما یه پسر دارم میخواد بره خارج، دوماچ به تو متوسل شد. این پسر گرد و گذاشت جیبش و رفت تو خونه. گفت حالا یه نگاهی به خاکه بکنیم. آمد این کاغذ رو باز کرد، مثل شکلات خاک رو ببینه، دید تو کاغذ نوشته یا امام رضا من دختری هستم، بابام رفتگر شهرداریه، سنم بالا رفته، به خاطر شغل بابا کسی سراغ من نمیاد، تا الان گناه نکردم، دیگه نمیتونم خودم نگه دارم، یا امام رضا زفتم کن. این جوان این نامه رو میخونه، دو دختری باباش رفتگر، اینم تاجری که با چند تا کشور معامله داره، به امام رضا گفته زفتم کن. این پسر تاجر گفت که بابا جون بریم ببینی دختره کیه. گفت حالا دختره هر کم بخواه باش، تو اینو میگیری؟ گفت من میگیرمش. گفت آخه شکلش رو دیدی، زبونش رو دیدی، رفتگر باباش، شغلش ضعیفه. گفت حالا شما چه کار داری؟ این بابام از بس علاقه داشت که پسرش ایران دوماد شه، گفت بریم اصلا نیم زنده مرده هست نیست. رفتن تو شهرداری، از کامپیوتر اسم و آدرس رو پیدا کردن، رفتن در خونش. با چه ماشینی در زدن؟ این بنده خدا رفتگر استراحت میکرد، بیدار شد، گفت شما آقای فلانی هستی؟ بله. شما دختر دارید تو خونه؟ نگاه کرد، گفت بله. گفت میشه ما بیام خونه شما یه چای بخوریم؟ گفت که شما دختر من از کجا میدونید؟ کی شما رو فرستیده؟ گفت کی فرستیده بعد معلوم میشه، بعد معلوم میشه کی فرستیده. پدره گفت شاید اینا از صدا و سیما اومدن فیلم بسازن. گفتن آقا اومدید شما فیلم بسازید؟ گفت نه ما فیلم ساز نیستیم. به عنوان متلک به دخترش میگه خواستگار نیومده. نیومد، حالا که اومده با برز 80 میلیونی یا 100 میلیونی مثلا اومده. اینا هم میگن چیه قصه؟ میان تو خونه چای میخورن، دختره میاد از راست پسره رد شه که ببینه کیه این. تا پسره به دختره نگاه میکنه میگه من همینو میخوام. میگه آقا جون اینا فقیرن، یه خونه برش میخریم تو که وضعیت خوبه، فرششون پلاسه، قالی میکنیم، خونه خوب برشون میخریم، شما وضعیت خوبه، زندگی اینا رو تغییر بده. من دختره میگه، میگه آخه شاید اخلاقشون. میگه آقا هر چی شما دیگه دخالت نکن هیچ. عقد میکنه و دختره هنوز باور نمیکنه. یه روز به پسره میگه راستش بگو، تو رو خدا منو میخوای؟ میگم والله تو رو میخوام. تو رو خدا منو دوست داری؟ والله تو رو دوست دارم. میگه راستش بگو، کی تو رو فرستید در خونه ما؟
میگه این کاغذ. کاغذ رو میگیره به پسره میگه تو رفتی تو قبر؟ من این نامه رو انداختم تو قبر. تو رفتی تو قبر؟ ما اگر بدونیم چقدر اینا منو دوست دارن، امام زمان فرمود من روزی 100 بار به شما دعا میکنم.